آبهای شفاف و آسمان آفتابی، روز خوب تابستان، اینجا سایبریا است و به دور از حالت معمول منجمد خود منطقه در میان موج گرما قرار دارد. خانواده های قریه جگنس برای گریز از گرمی زیاد به کنار این دریا می آیند. این قریه در حدود 430 کیلومتری غرب ورخویانسک شهر در قطب شمال در ساخو قرار دارد که درجه حرارت آن به 38 درجه سانتیگراد رسیده است. سازمان جهانی هواشناسی گفته است که در صدد تایید درجه حرارت آن منطقه می باشد. واسیلیسا ایوانووا ساکن این منطقه میگوید در چند سال گذشته توانسته است فرزندان خود را از اواسط ماه جولای برای آب بازی اینجا بیاورد. وقتی من جوان بودم در کودکی همیشه فصل آب بازی را از ماه جولای شروع میکردم. با وجودی که ممکن افراد محل از هوای گرم لذت ببرند، اما دانشمندان نگران این بودند که تأثیر آن بر سایر نقاط جهان چه خواهد بود. بسیاری از نقاط سایبریا امسال از درجه حرارت بالای برخوردارند که بسیار زیاد گرم بوده. از ماه جنوری تا ماه می درجه حرارت در مناطق شمال مرکزی سایبریا حدود 8 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول بوده است. نوسانات شدید گرما در اینجا غیر معمول نیست. ورخویانسک واقع در بالای دایره قطب شمال که حدود 4660 کیلومتر از مسکو فاصله دارد، به خاطر داشتن شدیدترین هوا در کتاب ریکاردهای جهانی یا گینس ثبت شده که پایانترین آن منفی 68 درجه سانتیگراد و بلندترین 37 درجه می باشد. الکساندر نگورنی، رئیس اداره هواشناسی جگنسک، هوای اینجا را از نزدیک نظارت می کند. بیشترین گرمی در 5 سال گذشته در ماه جولای سال 2016 بود که به بیشتر از 36 درجه سانتیگراد می رسید. در حالی که دانشمندان افزایش درجه حرارت در این منطقه جهان را نگران کننده می دانند، ویکتور شبلوف، دانشمند سابقه دار نهاد پراما فورست، می گوید که در اواخر این قرن انتظار دارد هوای سرد یک بار دیگر جای هوای گرم را بگیرد. هیچ چیز در طبیعت ثابت نیست و به هر حال هوای سرد دوباره جای هوای گرم را خواهد گرفت. ما پیش بینی را بر اساس سوابق مطالعات و بررسی اداره هواشناسی یاکوتسک انجام می دهیم که در طی 100 سال گذشته مشاهدات بسیار مهمی را انجام داده است. این اداره می گوید که به زودی گرم شدن هوا خاتمه می یابد و سردی شروع می شود که تا سال 2060 و یا 2070 ادامه خواهد یافت. افزایش درجه حرارت با آتش سوزی شدید و ذوب شدن یخ‌های قطبی ارتباط داشته است. در سال 2011 بخش از یک ساختمان مسکونی در یاکوتسک، بزرگترین شهر در جمهوری ساخا، به دلیل ذوب شدن و فرونشستن زمین فرو ریخت. ماه گذشته یک حادثه فاجعه بار فوران نفت ناشی از فرو ریختن یک مخزن در نزدیکی شهر قطبی نوریلسک نیز تا حدود به ذوب شدن یخ‌های قطبی ارتباط داده شد. دانشمندان موافق هستند که افزایش درجه حرارت بیانگر روند گرمایش بسیار شدید جهانی است. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.